תורה שמות המכה השישית שכין. המכה השישית שכין משווה זרבי ששום שכין במעני חורוש יזווה. או יזווה משווה כה. גושתי תנה מטובה ושירי תנה מברויה ו... و به ایست آنچنان شیرین میخوره که تو نخوری و نکنی خونشور نکنی اولم اروم نمیشه. این هم یه شخیم خورشای گزالا. و یومر بوره اولم ال موشه و ال اهرون کخو لخم ملو خفنیخم پیخ کیوشن וזרקו משה השמיימה לעיני פרעו, והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה על האדם ועל הבהמה לשכין פורח אבעבועות בכל ארץ מצרים. ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעו, ויזרוק אותו משה השמיימה, ויהי שכין אבעבועות פורח באדם ובבהמה. ולא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה מפני השכין, כי היה השכין בחרטומים ובכל מצרים. ויחזק בורא עולם את הלב פרעו, ולא שמע אלוהים כאשר דיבר אדוני אל משה. מה זה אומר? אמר השם למשה ולאהרון, מלאו את הכפות ידיכם בפיח מתנור. ומשה יזרוק את הפיח כלפי השמיים בנוכחות פרעו. אז יהפך הפיח לאבק בכל ארץ מצרים, והאבק יהפך לשכין, המצמיח אבעבועות על האדם ועל הבהמה בכל ארץ מצרים. לקחו משה ואהרון את הפיח שמתנור ועמדו לפני פרעו, ומשה זרק את הפיח כלפי השמיים, והפיח נהפך לשכין מלא אבעבועות באדם ובבהמה. והחרטומים לא יכלו לעמוד לפני משה בגלל השכין, כי השכין פגע גם בהם, כי פגע בכל מצרים. אבל השם הקשיח את לב פרעו, ופרעו לא שמע בקולם, כמו שאמר השם למשה. נקלי זרבי ששום אלוהי בנו משכין, יעני כי ספריאזה תריאזווה חורש גזלה שיר הנחל מקנה. בעדן בדי פנג זרבה וזרבה אוכירון בנומי זרבה מול פיראון עידסטי תקבורישה או לימום חפאיה סטרדת קדש היה נקי ג'אוב נדוסי שייכאו מפרוורדיגור רכי בזנן רוון ای پای کورو بورخچون در بیوبون توعتی بودت با خداوندی یکتا و موشه میویم تا میبینش فیرعون اکید هم خیلی زوست کبو هم تا گفتی اپو پرشکسته و لوکشوله نکی اولی هم گفتی اپو گردن ادودش سایم و میویم و پروردگار مراجعت میکنه چکو کنم. پروردگار امرش میکنه میگه که بگی برادر تا اهرون برین ای خونوتون ای چکدونو هم ای خوکیسه را جمع کنین در طبق کسو
همه خوکسته را جمع کنین و بیاین در رو بروی فرعون بگیم تا ده پان یک تا ده خوکسته را بگی در دسته تا ده پوف کبه و دیگه هم من گفتی که پا خوکسته رو هم تا ده هوا دم بچوش و این خوکسته رو همچون پلتا با امری پروردگار و با دستی پروردگار تید میشوند و در سر همه مصری ها میشینند از فرعون سرکاگی تو همه اهالیش تو همه جادوگراش حکیموش الکیمیکوش فقط در مصری ها و فرعونی ها و بعدن این پلچه خاکستری که در بدن یا میشیند در کجایی که شیطگی باشه همونجا یزوه کلان میشوند و این از ضربه الهی ضربه ششم با نام شخین و میبینیم نتیجهشان و موشه قطعی اهران سهر قطعی میخزن هم من خاکسترهای گفتی که پا چکدانه که از اسرائیلی هانه جمع میکننه در کسه و طبقه میوید در رو بروی فرعون هم خیمیستن نگاهش میکنه و به یکون گپی زیوتی نمیگشید که بگی مردمی ما را جواب بته و یه گفتی گپو گپوی زیوتی هم هم تمه گیرم پوف میکنه میگه که ای ضربه ششم های بنامی شخین بنامی خورش ضربه خورش و همین خیلی هم میشون بعدن وقتی که هم وقت خوکستر رو هم تاری میگیره در اسمان میچوشن خوصه و طبق هم تاری میگیره هم تاری میکنه میچوشن دیگه این خوکستر زمین رو نمیبینه هم تقطی پهن میشه با امر پروردگار همچون پلیسه در بدن مصری ها در بدن همه اهالی مصر و از اون جمله خدی فرعون و حکیموش معموریتش الکیمیکوش جادوگروش حکیموش در بدن همشون میشینن و بدن همشون خورشگینی میشون یزوه میشون دیگه میکنن میکنن تناشون پیشانیشون سراشون ای خوریدن بسیار خونشار میکنن نکه هیچ آرام نمیشون و باز هم موشه مراجعه میکنه با فرعون میگه که فرعون بیا آزاد که قومی یهود بنی اسرائیل قومی پروردگار تا که بروند سه روز در بیابان طاعت عبادت چونه بکنن در حق حق تعالی و فرعون گفتیم نظر میکنه با جادوگراش حکیموش نیکی حکیموش یگان کار کرده نمیتونن همه علم و فهمیش و دانایش و نسبتی ای ضربه های الهی گفتی گپا هم به حسیله و هم ضعیفن یگان کار ایدشون نمیویه و میدونن میفهمن که پس ای همه ضربه ها پشتی موشه خیلی پروردگار هست خداوندی با قدرت و با عظمت و توانو نکه چی علاج فرعونی به عقل آلم تکبریش دوام دادسته هست و فرعون ظالمی تکبر هم با خواست پروردگار و با امر پروردگار همی خیلی ظالم و همی خیلی یگره و ازمه و تکبر های با خواست خدا چون که پروردگار میخواه فرعون بشکنه و مصر خور زلیل کنه و با خاطری که نمونه عبرت شوند هم به مصری ها و هم به بنی اسرائیل و هم به تمام عالمیان به خاطر تسلیم شدن به خداوند یکتا و هدایت یافتن به این طریق
تو نخلی آینده.